بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. هو الحکیم العلیم. خداوند خرد بخش و خرد آفرین را سپاس می‌گوییم که به ما توفیق داد تا به نام و یاری او و با انگیزه جستجوی حقیقت گرد هم آییم و در زیر سقف عقلانیت و عشق از حقیقت هستی و انسانیت سخن بگوییم و رسالت مهمی که آن کشف حقیقت، بیان حقیقت و عمل به آن است را در فضایی که نام آن را جهان و مخاطبی که نام آن را انسان گذاشتیم بشناسیم. روز مطالبی که خدمتون ارائه خواهد شد، ارکان اندیشه انسان، روش‌های شناخت در علوم و فرادرمانی، علل طرح سایمنتولوژی و برخی از سرفصل‌های دوره. سه اصل اساسی و سه رکن اساسی که در همه اندیشه ها وجود داره، خدا، انسان و طبیعت است. اختلافی که بین اندیشه ها هست، بین نقشی هست که به این سه رکن داده میشه و یافتن مرکز ثقل این مثلث در حقیقت کاری هست که اندیشه ها انجام دادن و میتونیم بگیم که این اندیشه ها بر اساس خدا محوری، انسان محوری یا طبیعت محوری بنا نهاده شده. اون چه که اینجا به طور بسیار خلاصه خدمتون عرض میشه، اندیشه های خدا محورانه هست، ولی اثری که و نقشی را که برای خدا قائل شدن متفاوته. سه دیدگاه اساسی در مورد نظریات خدا محورانه وجود داره. دیدگاه اول نگرش متکلمینه. متکلمین شامل اشاعره و معتزله هستن. اشاعره که جز متکلمین اسلامی هستن و در قرون حاضر هم در غرب مال برانش مثل اشاعره فکر میکرده. اونها خداوند را فاعل اصلی و مؤثر در عالم هستی میدونستن و چون خداوند را قدرت مطلقه هستی میدونستن، هیچ قدرتی را برای انسان، برای کسی جز خداوند قائل نبودن. در نتیجه اصل علیت خواه نخواه زیر سوال میرفته. قدرت مطلقه مال خداونده و انسان را از علیت و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در هستی کلن محو میکردن. گروه دیگه از متکلمی معتزله بودن که خداوند رو تنها در حدوث عالم و در پیدایش عالم مؤثر می‌دونستن و قائل به تفویض بودن. می‌گفتن خداوند در مرحله اول عالم رو آفرید و خودش دیگه از هستی کنار رفت و بعد با وسیله وسائل دیگه و وسائتی اومد و جهان آفریده شد و بقیه مسائل به عهده وسائت گذاشته شد و قائل به تفویض شدن، تفویض امر به بقیه مسائل عالم. در حقیقت لا مؤثرا فی الوجود الا الله رو به نوعی منکر شدن، چون کسانی که محوریت رو به خدا قرار میدن توی هستی، لا مؤثرا فی الوجود الا الله رو هر کدوم به نوعی معنی کردن. نگاه بعدی نگاه فلاسفه هست که اون چه که تو اینجا بحث شده، فلسفه اشراق، یعنی دیدگاه سهروردی و بقیه کسانی هست که هم فکر سهروردی هستن، یعنی اشراقیون. فلسفه مشاع هم که شامل ابن سینا و بقیه هم فکرانشه. اونها در عالم به نظام طولی معتقده. منظور از نظام طولی یعنی خداوند را علل قریب برای خلقت میدونستن و بشر و بقیه وسائط را علل بعید و همون علت العلل اصلی عالم را خدا میدونستن، ولی بین انسان و خدا، بین مخلوقات و خداوند وسائل زیادی را قائل بودن و هر کسی را میگفتن فعل خودشو داره، هر گروهی فعل خودشو داره و خداوند فقط علت العلل اصلی عالم، علل طولی. اینها شاید یه مقداری کلماتش، من حالا سعی میکنم خیلی ساده بگم، فقط میخوام دیدگاه متکلمین و فلاسفه به عنوان گذرایی برای دوستان مطرح بشه که خدا محوری رو ببینیم در چه زمینه هایی بوده. نگرش عرفان که در عرفان اسلامی مبانی عرفان نظری بر اساس تفکرات محی الدین عربی بنا نهاده شده و حکمت متعالیه که توسط صدر متعلهین به دنبال روی از ابن عربی و به دنبال اون فیلسوفی بوده که با پیروی از مکتب نظری ابن عربی بوده، اینجا دیگه صحبت از وحدت وجود و کثرت ظهورات، یعنی یک فعل در عالم و خداوند را فعال مایشا میدونستن و تمام اون چه در هستی هست را تجلی الهی و تجلی خداوند در هستی میدونستن و خداوند را عامل ظهور هستی. در نتیجه اون چه که هستی رو وقتی میخوان بررسی کنن و در هستی شناسی و انسان شناسیشون رابطه تنگاتنگ با خدا شناسی داره، چون خداوند تجلی و ظهوره
و اون چه که از راهی که عارف به انسان میرسه و به شناخت هستی میرسه از راه اسماء الله، چون معتقدن جهان هستی ظهور اسماء الهیه. ظهور اسماء الهی باعث شده که جهان هستی به وجود بیاد، تجلیش در جهان بوده و از طریق اسما میتونن به وجود خداوند پی ببرن و هر پدیده رو ظهور یکی از اسماء الهی میدونستن. حالا ما در چون ما در پسمون رو میخوایم نزدیک کنیم به انسان شناسی و برسیم به اینکه طرح سایمنتولوژی به چه دلیلی بوده، بعد از دیدگاه خدا محورانه عرفا میرسیم به اینکه در مورد انسان نگرش عرفا چیه و عرفای مسلمان. خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم که ابن عربی حدوس و در حقیقت مراتب ظهور عالم رو در 6 مرتبه میدونه که اسامی خاص خودشو داره از بالا به پایین. مرتبه نهایی ظهور در هستی رو مرتبه انسان کامل میدونه. انسان کامل را مظهر جمیع اسماء الهی میدونه. اگر بخوایم به طور مجمل تمام اسماء الهی در یک چیزی جمع بشه اون انسان کامله، یعنی کلیه اسماء الهی که همون اسم جلاله الله هست، همه این ظهورات در انسان اتفاق میفته. از بین تمام موجودات انسانی که میتونه یک جا تمام این اسامی را در خودش متحقق کنه و مقصود اصلی از ایجاد عالم را انسان میدونه. حالا باز هم نزدیک میشیم به مباحث خودمون، یعنی به انسان شناسی و رابطه نفس و بدن، یا از دیدگاه آقای مهندس روان، ذهن و جسم. معتقدیم که و عرفان اسلامی معتقد هست که رابطه ناگسستنی با هم دارن، یعنی نوعی پیوستگی، وابستگی و همبستگی بین اینها هست و هر کدوم اینها معانی خاصی داره. منظور از پیوستگی چیه؟ منظور از وابستگی و همبستگی. به هر حال اون چه که برای ما مهمه اینه که بدون نفس و بدن، روان، جسم و ذهن از همدیگه جدایی ندارن. در حقیقت ترکیبشون یه ترکیب انضمامی نیست. منظور از ترکیب انضمامی مثل ترکیب سفیدی با دیوار. سفیدی بر روی دیوار نقش، یعنی اومده روش دیوار، روی دیوار کشیده شده ولی باهاش متحد نشده، این یعنی ترکیب انضمامی. ولی اون چیزی که ترکیب نفس و بدن یا روان، ذهن و جسم هستش نوعی ترکیب اتحادیه، یعنی یک شخصیت واحد، یک هویت واحد اومده یه سری مراتب رو در خودش ظهور داده که این انسان با شخصیت واحدی و هویت واحدی که داره از نفس شروع که مرتبه پایینشه و میرسه به روح که مرتبه بالاشه و یا از جسم شروع و به سمت بالا میشه و هر چه آثار وجود انسان داره مرتبه ظهور یکی از این درجات هستش. حضرت امیر در شعری این تجلی اعظم یا عالم اکبر رو به انسان تشبیه کردن. می‌فرمایند: اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. آیا گمان می‌بری که جسم کوچکی هستی و نمی‌دانی که جهان بزرگی در تو نهاده شده است؟ پس روی هم رفته با این بحث بسیار کوتاه به این نتیجه رسیدیم که خدا محوری در ابعاد مختلف و در مکاتب مختلف موضوع اصلی بوده. کسایی که اندیشه خداگرانه داشتن و خدا محوری داشتن که شامل متکلمین، فلاسفه و عرفا بودن، در موضع خدا، انسان و طبیعت خدا رو محور اصلی دونستن، ولی هر کدوم نقشی و در حقیقت هدفی رو برای خلقت قائل بودن و نقطه ثقل صحبتاشون رو جوری بر خدا قرار دادن که با هم متفاوت بود و بررسی کردیم. بعد از این مختصر توضیحی که راجع به خدا محوری مطرح است، میایم سراغ علوم تجربی. چون به عنوان یک پزشک اینجا خدمت شما هستم، فرادرمانی رو به تجربه ما کشیدیم و تجربه کردیم در طول سالها. فرادرمانی تجربه شده و به عنوان یک علم تجربی برای ما شناخته شده است و یک علم تجربی میدونیمش. حالا علتش چیه؟ یکی از راه‌های شناخت که میتونیم مطرح بکنیم، از روش‌های شناخت در 3 بخش میتونیم تقسیم بندی کنیم. یکی در علوم انسانیه، یکی روش شناخت در علوم فلسفی و عرفانی، یکی روش شناخت در علوم تجربی هستش. در علوم انسانی کسی که میخواد بررسی بکنه، شخص ناظر یا شخص عالم که در علوم انسانی میخواد یه چیزی رو بررسی کنه، در صحنه میاد به عنوان بازیگر صحنه نقش ایفا میکنه، یعنی میاد در متن هستی، میاد در متن اون مسئله قرار میگیره، خودش عضو اون مجموعه میشه و میتونه اونو بررسی کنه، در حقیقت حل در موضوع میشه. از فرمایشات حضرت علی در مورد بررسی تاریخ همینا خیلی قشنگ بیان میکنن، میگن که اگرچه با گذشتگان نبودم ولی در کارهایشان نظر کردم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم، نهایتا میفرمایند حتی اتو که احدهم، یعنی جلو رفتم تا جایی که همچون یکی از آنها شدم، یعنی حل شدن در مسئله و بودن در متنش، همون نقش بازیگری که خدمتتون عرض کردم. این در علوم انسانی بود. در فلسفه و عرفان
چون طریق دریافتش از طریق استدلال منطقی و عقلانی یا دریافت شهودیه، این شخص هم یعنی شخص عالم هم به عنوان بازیگر توی این شناخت دخالت داره، هم به عنوان تماشاچی، هر دو نقش، هم ناظر و هم در متن. اون چه بحث اصلی ماست اینجا در فرادرمانی، روش شناخت در علوم تجربیه. شخص ناظر و شخص عالم در علوم تجربی از طریق مشاهده و قرار گرفتن در موضع تماشاچی باید به علم نگاه بکنه و اینجوری میتونه به شناخت دست پیدا کنه. پس شخص عالم میاد از بیرون و با تجربه میتونه بهش برسه. فلاسفه گفتن که دو مقام در علم داریم، یکی مقام کشف و گردآوری، context of discovery، که این مقام کشف و گردآوری در علوم تجربی میتونه از هر طریقی باشه، میتونه از طریق مشاهده باشه، اون کسی که میخواد، عالمی که میخواد یه علم تجربی رو ارائه بده، ما هنوز نرسیدیم به مقام داوری، یا از طریق مشاهده میتونه به یه علمی رسیده باشه، یا از طریق حس یا تخیل یا نبوغ تشبیه. و در علوم تجربی ما از شهود هم بی نیاز نیستیم، همینجور که خودمون در فرادرمانی تجربه کردیم در منشأش، شهود هم میتونه، میگیم علوم تجربی میتونه دستی هم، شهود هم میتونه دستی در ارائه علوم تجربی داشته باشه. مقام بعدی مقام داوری یا context of justification، این مقام تجربه هست، یعنی مقامی که ما بر اساس فقط به وسیله تجربه میتونیم به اصالت یک علم تجربی پی ببریم و به صحه بذاریم روی اینکه این علم تجربی هست یا نیست، و نباید این دوتا مقام به هیچ عنوان با هم آمیخته بشه. در فرادرمانی گرچه ریشه و پایه و در حقیقت مقام شکار و گردآوری، همون context of discovery، و هر به هر حال که شخصی که عالم هست، اون مکتبی که ارائه میکنه و مکتب تجربی که ارائه میکنه جدای از جهان بینیش نیست، جدا از جهان بینیش نیست و به همون اندازه تأثیر میپذیره یه مکتب تجربی از شخص عالم که یه مکتب انسانی میپذیره. ولی در شیوه فرادرمانی، ما فقط دارم راجع به فرادرمانی از منظر عملی صحبت میکنم، در شیوه فرادرمانی ریشه های دریافت یا کشف که موضوع اصلی که دریافت شیوه فرادرمانی بوده، این موضوع اساسی ما نیست. در اینجا ما فقط بر اساس نتیجه و تجربه که در طول مدت از موارد فرادرمانی گرفتیم و در تجربه برای ما اثبات شده به داوری نشستیم. توی این سلاید مشخص کردیم که پس ما در مرحله اول به کشف که مرحله شکار یا اصل تجربی هست کاری نداری، مسئله گردآوریش برای ما فعلا مسئله اصلی نیست، از هر کجایی اومده باشه، با هر طریقی اومده باشه. بعد اومدیم مسئله را به تجربه گذاشتیم. فرادرمانی را ما عملاً در طول سالها و دوستانی که اینجا خدمتشون هستیم همگی به نوعی تجربه فرادرمانی را داشتیم. یکی از نقاط اساسی و صفات مهمی که در تجربه ما میتونیم بهش پی ببریم، مقامی این هست که داوری همگانی است، شامل عده مخصوصی نیست، عده خاصی نیستن که میتونن تجربه کنن. این صفت اصلی هست که در مقام داوری خاصه این علوم تجربه‌ای که داوری میتونه که همگانیه، تجربه همگانیمون بوده. و بعد به این میتونیم اذعان کنیم و میتونیم رأی به این بدیم که فرادرمانی یک علم تجربی جز علوم تجربه میتونه نامگذاری بشه و یک امپریکال نالجه. حالا بعد از بررسی مسائل که میگم همش حیطه‌های عملیش برای ما اثبات شده که انشاءالله من در ابتدای جلسه بعد که تشکیل خواهد شد یک گزارش از کمیته پزشکی خدمتتون میدم و کارهایی که در این سالها کمیته پزشکی انجام داده و سرفصلش خدمتتون عرض میکنم، برای ما به تجربه اثبات شده که فرادرمانی میتونه یک علم تجربی باشه. حالا مبحثی که ما الان قرار خدمت شما باشیم و آقای مهندس ارائه کنن مبحث سایمنتولوژیه. حالا علل طرح سایمنتولوژی رو میایم از دیدگاه روانشناسی بررسی میکنیم. البته من خیلی کلی خدمتتون عرض میکنم مشکلاتی که در علم روانشناسی بود. انشاءالله در هفته های آینده آقای دکتر محمدی که از دوستان ما در کمیته پزشکی هستن و از دیدگاه روانشناسی به صورت تخصصی بررسی مکاتب مختلف روانشناسی را خواهند داشت و نقاط ضعف اون رو بیان میکنن، برای ما سایمنتولوژی بسیار، یعنی میخوام بگم به جوری بیشتر جا میفته، بیشتر میتونه متوجه نقاط ضعف علوم روانشناسی فعلی و نقاط قوت سایمنتولوژی و علت پاسخگویی سایمنتولوژی برای درمان بیماری‌ها و معضلات روانپزشکی در اونجا بیشتر مشخص میشه. ولی من خیلی به صورت کلی و گذرا رد میشم. در روانشناسی جدید یک شناخت همه جانبه از انسان وجود نداره. اون چه که در روانشناسی جدید مطرح هست بیشتر توجه به رفتارها و اون چه که در ظاهر ما می‌بینیم آسیب‌ها و رفتارها هست و کمتر به مسائل درونی توجه میشه.
فقط اون چه که میبینن و تغییر رفتاره بیشتر توجه شده. برای سلامت روان در روانشناسی تعریف دقیق و روشنی در کار نیست. البته سلامت رو روان مطرح میکنن، نه اینکه مطرح نشه سلامت روان رو، ولی یک تعریف دقیق و روشنی نداره. برای بیماری های روانشناسی در حیطه روانپزشکی و روانشناسی مرز میان هنجار و نابهنجار، یعنی بیمار و غیر بیمار از یعنی از اون منظر خیلی رفتارشون مشخص، خیلی این مرز بندی مشخص نیست و نابهنجاری در رفتار رو نمیتونن خیلی مرز مشخص و واحدی رو بهش برقرار کنن. به دلیل سیطره تا حدودی دید متریالیسم که در روانشناسی غربی مطرح هستش، به انسان کلن به دیدگاه ماشین، یه دیدگاه ماشین نگری به انسان داره. در روانشناسی نگاه محدودی به بیماری داره و کمتر به پیشگیری توجه شده، نه اینکه توجه نشده، کمتر توجه شده و نگاه محدودی به پیشگیری داره. آنچنان توجهی به علل بیماری ها نداره در روانشناسی و بیشتر به درمان بیماری ها و درمان نشانه ها و علائم میپردازن و کمتر به علل متوسل میشن و به علل میپردازن. یکی از نقاط ضعفی که میتونیم بگیم در روانشناسی جدید وجود داره، در روانشناسی کلن در همه حیطه ها، عدم توجه به ویژگی های بنیادین و مشترک انسانی است که در نرم افزارهای او همراه او خلق میگردن. انسان با ویژگی های مثل نهاد، فطرت و اصول بنیادی یا نرم افزار بنیادی شخصیت و هر چیز دیگه که با خودش هست همراه میاد و قبل از اینکه پابرسی وجود بذاره همراه خودش یه سری اطلاعاتی رو میاره طبق اصول سایمنتولوژی. توجه چندانی در روانشناسی به این مسائل نشده و عدم توجه به این. در روانشناسی شناخت روانشناسان اصولا متکی بر حواسه و یا نهایتا دیدگاه های عقلانی. نکته ای که خیلی میتونیم روش تأکید بکنیم و از نقاط بارز در سایمنتولوژی هست، در روانشناسی از انسان سالم با معیارهای محدودی تعریف شده. انسان سالم را با یه سری معیارهای، حتی میتونیم بگیم با مرزبندی‌های جغرافیایی، فرهنگی، دینی از انسان سالم تعریف میشه. اما در سایمنتولوژی از انسان سالمی تعریف میشه که کمال را در فراسوی خودش داره، کمال در پیش روی اوست. در به نوعی میتونیم بگیم انسان کامل در سایمنتولوژی مطرحه. انسان سالم و کامل به یک دید نگاه شده. علت نیازی که ما به سایمنتولوژی داریم به دلیل نقاط ضعفی که در دیدگاه‌های روانشناسی ممکنه وجود داشته باشه و انشالله در جلسه بعدی که گزارش کمیته پزشکی را خدمتون ارائه می‌کنم، تجربیاتی که ما از فرادرمانی دیدیم و نتایج معرفتی که از اصول فرادرمانی تونستیم بگیریم و بیشتر به صورت فهرستوار البته خدمتون عرض می‌کنم. میدونم همه بیشتر منتظر این هستین که آقای مهندس بیان و طرح سایمنتولوژی رو خدمتتون عرض کنن، ولی اونچه که در این مدت باش آشنا میشین تعریف و نگرش نوینی نیست. مثل همه نگرش های آقای مهندس که همه با دیدگاه نوین و نگرش جدیدی بود، در سایمنتولوژی هم همینجور تعریف و نگرش نوینی از اکوسیستم، عقل، هوش، روان، حافظه، شخصیت، هویت و ماهیت انسان، ویروس های ذهنی، میدان شعوری و مباحث عدیده دیگری که در مبحث ذهن روانشناسی مطرح هست آشنا میشیم. از اینکه وقتتون رو گرفتم و به هر حال مصدی اوقات شدم عذر میخوام. با این شعر از حضرت امام صحبت خودم پایان میدم. این قافله از صبح ازل سوی تو رانند، تا شام ابد نیز به سوی تو روانند. سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بیتاب و توانند. بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت، تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته دلها نگرانند. در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرس زنانند. ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر، مژگان تو ابروی تو تیر و کمانند. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه
به نام خدا که نام او تجلی بخش هستی است و همه چیز از اوست. با سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم، اساتید گرامی و دانش‌پژوهان عزیز، به نوبه خودم از صمیم قلب خدا رو شاکرم از پیوندی که بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و مؤسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی رخ داده و امیدوار هستم که با همکاری دو طرف در راه اطلاع میهن اسلامیمون گام‌های مؤثری بتونیم برداریم. در خصوص معرفی ابتدایی سایمنتولوژی، رشته ای است در خصوص ذهن روانشناسی کلنگر که نگاهی آزاد به انسان و انسانشناسی داره و به شیوه خاصی میخواد نگاه جدیدی به انسان بندازه و در واقع انگیزه طرح این رشته که سالیان سال در تجربه اون هستیم اینه که همه شما دوستان عزیز تجاربی رو در خصوص ذهن، روان و جسم به عمل آوردید طی سالهای گذشته و طی حداقل دو دهه گذشته خصوصاً، و در اینجا در مرحله‌ای هستیم که لازمه نسبت به اشراف تئوریکی مسئله و تسلط نظری روی کارهایی رو که شما تجربه کردید پیش می اومده. لذا سایمنتولوژی هم از نقطه نظر ذهن، روان و حل مشکلاتی که در این رابطه هست تئوری‌های خودش رو عرضه می‌کنه تا شما با آنچه که در عمل تجربه کردید تطابق بدید و این مسئله برای شما چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی مسئله کاملا جا افتاده باشه. هدف سایمنتولوژی پیدا کردن جایگاه انسان به منظور شناخت برنامه‌های نرم‌افزاری اوست و اینه که چگونه ما تسلط پیدا بکنیم بر این برنامه‌ها و چگونه بتونیم حل مشکل بکنیم. یعنی مسئله عمده حل مشکلی، نه نظریه پردازی. ولی خب قاعدتاً هر عملی که انجام میشه باید در پشت اون فکری خوابیده باشه، باید در پشت اون به اصطلاح اندیشه‌ای باشه که ما اندیشه‌ها رو بررسی می‌کنیم. ولی بدونید هدف اصلی حل مشکله. یعنی اگر حل مشکل نباشه خب قاعدتاً نظریه پردازی ها همه یک جای اون کارهای خودش رو از دست میده و بیشتر باعث سردرگمی و به هر حال مشکل شدن راه میشه. اصول کلی سایمنتولوژی مبنی بر این هست که انسان دارای شخصیت واحد، کلنگر و یک پارچه است. در نتیجه هر چارچوبی که بخواد او رو مورد بررسی قرار بده باید از دیدی کلنگر برخوردار باشه و بدون دانستن فلسفه وجودی ماهیت انسان و جایگاه او در اکوسیستم نمیتوان رفتار، شخصیت و سایر تعریف‌های مرتبط با انسان را به روشنی تصویر و تفسیر نمود. در نتیجه سایمنتولوژی توجه ویژه‌ای به جایگاه انسان در هستی داره. ذهن، روان و جسم و سایر اعضای وجودی انسان یک پارچه و به هم پیوسته است، همونطور که خواهیم دید، و جدا کردن اونها از یکدیگر ممکنه باعث بروز نتایج غلطی بشه، ممکنه باعث نتیجه گیری های غلطی بشه. کلی عوامل درونی و بیرونی در سایمنتولوژی مورد توجه و بررسی هست و سایمنتولوژی میخواد که همه عوامل درونی و بیرونی رو یک جا به معرض دید بگذاره و یک جا اینها رو بتونه ببینه.
و تا حدی امکان چیزی از قلم به اصطلاح نیفته. خب مباحث سایمنتولوژی به دو بخش کلی تقسیم میشه طبق قاعده که امیر اشتها دارن. مباحث نظری هست که به تعریف انسان میپردازه و جایگاه در اکوسیستم و حالا این اجزا چیدمان شناخت چیدمان وجودی و تعریف هایی که مرتبط میشه و میان از بحث شخصیت، رفتار، هویت و دیگه همه چیزایی که اصولا میتونه در روانشناسی مورد بحث قرار بگیره. و مباحث عملی شامل بخشایی که میخواد برای معضلات و مشکلات ذهن و روان چاره اندیشی بکنه و ارائه راه بده. بحثمون رو با تعریف اکوسیستم در واقع آغاز میکنیم. تعریفی که از اکوسیستم بدیم، اکوسیستم در برگیرنده نحوه کنترل و ارتباط بین کلیه ذرات عالم هستی مادی یا به اصطلاح عوامل ایجاد ارتباط ما بین اونهاست. همونطور که میدونید اکوسیستم در واقع توزیع ارتباط بین همه اجزا رو به عهده داره و هر روزی از هر ذره از هر ذره دیگری روزی و بهره و ارتباطی داره و هیچ ذره بدون ارتباط با ذرات دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. لذا عاملی هست که در واقع تعادل بین کلیه ذرات عالم هستی رو برقرار میکنه و در واقع حالا به اصطلاحی روزی همه ذرات رو میرسونه، همون چیزی که شما به اسم میکائیل میشناسید. خب در یه جای همه این ارتباطات رو میتونید با اون چیزهایی که در جاهای دیگه شنیدید تطابق بدید. هر گونه تغییر در جهان هستی مادی توسط اکوسیستم انجام میگیره. بنابراین تولد، مرگ و از حالی به حال دیگرشان کلی اعضای عالم هستی مادی توسط اکوسیستم تعیین و به مورد اجرا گذاشته میشه. حالا از نمونه های این اتفاقاتی که افتاده اون چی که گفته میشه پدیده انفجار بزرگ، خب طراحیش اینه که قبلا چی بوده، بعد چطور شده و اینه که پیدایش منظومه شمسی در نهایت، بعد پیدایش زمین، بعد پیدایش حیات روی زمین و به اصطلاح تا اینکه به انسان برسه همه طراحی کی بوده؟ قاعدتا اکوسیستم. از چیزایی که در اکوسیستم باش برخورد میکنیم اینه که حیات تجلی میخواد، تجلی حرکت میخواد، حرکت رفتار میخواد، رفتار جهت میخواد، جهت هویت میخواد، هویت شخصیت. و اونجایی که حرکت میخواهیم تبادل انرژی هست. تبادل انرژی خستگی و آنتروپی داره، آنتروپی تغییر داره، یعنی تولد و مرگ. طبق یک چیز ساده تولد و مرگ هم که میدونید که همون ازرائیل. خب شخصیت رو تعریف بکنیم. نحوه تظاهر، حضور و رفتار در اکوسیستم را شخصیت میگیم. به عبارت دیگه شخصیت برنامه نرم افزاری است که نشون میده هر جزئی در هستی چگونه میخواد تجلی پیدا بکنه، چگونه میخواد ظاهر بشه یا چگونه ظاهر شده، با چه برنامه‌ای داره این ظاهر شدن رو، این تجلی رو داره به اصطلاح محصه ظهور میرسونه. اما رفتار نحوه عملی ظاهر شدن تجلی پیدا کردن و نوع مشارکت بالفعل در اکوسیستم رو برای هر عضوی، حالا هر ذره‌ای
یعنی اون چیزی رو که راجع به انسان میگیم بعدا میبینیم که راجع به ذرات هم صادقه. بنابراین رفتار تجلی بالفعل و شخصیت تجلی بالقوه است، یعنی برنامه حضوره. ولی وقتی که این برنامه حضور میخواد عملی بشه میشه رفتار، و وقتی جهت پیدا میکنه اینجا هویت هم پیدا میشه. خب رابطه شخصیت و رفتار، همونطور که گفتیم شخصیت برنامه نرم افزاری رفتاره، یعنی پشت رفتار برنامه نرم افزاری خوابیده که این برنامه به صورت بالقوه است، و وقتی که عملی میشه جنبه بالفعل به خودش میگیره، ما بهش میگیم رفتار. خب برای هر جزئی بدون ارتباط با سایر اجزا نمیتوان شخصیت تعریف کرد. یعنی اگر که ما در همه هستی یک جز داشتیم، یک ذره داشتیم، ذره دیگری نبود، نمیتونستیم راجع به اون صحبت کنیم. هم نیازی نبود، هم مبنای قیاس نبود، هم در واقع ناظری وجود نداشت که بخواد شخصیت تعریف کنه. و شخصیت زمانی پیدا میشه یا زمانی طرح میشه که در واقع عوامل دیگری هم تجلی بخش باشه. شخصیت هر بخشی یا هر ذره‌ای ممکن است خود از شخصیت‌های زیر مجموعه خودش تشکیل شده باشه. مثلا شخصیت در یک اتم خودش از بی‌نهایت زیر مجموعه تشکیل شده که هر کدوم از اونا دوباره شخصیت دارن، رفتار دارن و جهت دارن. برای مثال از ترکیب کلور و سدیم، هر یک که هر کدومشون یه شخصیتی دارن، شخصیت سدیم معلومه، خب رفتارش هم معلومه. از ترکیب دو تا شخصیت با موضوع مثالمون به شخصیت دیگری میرسیم که NaCl، نمک طعام، خودش یک شخصیت جدیدی داره که نه شخصیت سدیم رو داره و نه شخصیت کلور رو. از همینجا یه قرارداد می‌بندیم که هر شخصیتی رو میتونیم یک سازمان بگیم. قوانینی رو که راجع به انسان، راجع به ذره میگیم، راجع به یک سازمان هم میتونیم تعریف بکنیم. یعنی در مدیریت ما دقیقاً از این مباحث میتونیم استفاده بکنیم. بعد ببینیم که ذهن سازمانی، عقل سازمانی، هوش سازمانی، سازمان سرطانی، سازمان متاستاز داده شده، سازمان نمیدونم، همه اینا رو بعد ببینیم که راجع به سلامتی یک سازمان هم میتونیم صحبت کنیم و راجع به مسائل مختلف یک سازمان به یک نقاط مشترک میرسیم. یعنی در آن واحد مسئله رو که مرور میکنیم در خصوص مدیریت هم صدق میکنه که حالا در جداگانه میتونیم مورد بررسی اونو قرار بدیم. خب پس متوجه شدیم که آنچه که در هستی مادی وجود داره دارای شخصیت، رفتار و هویته. اما خود اکوسیستم هم مجموعه ایست از بی‌نهایت شخصیت‌های زیر مجموعه خودش دیگه، درسته؟ پس باید خودش هم دارای شخصیت باشه، یعنی برنامه نرم افزاری رفتار باید پشت رفتاری که در اکوسیستم قرار داره یک برنامه نرم افزاری قرار داشته باشه و اکوسیستم هم باید شخصیت داشته باشه. و چون به این مطلب میرسیم که اکوسیستم هم برای خود شخصیت و رفتار داره، لذا باید اکوسیستم های دیگری هم وجود داشته باشن که اکوسیستم ما دارای شخصیت بشه، طبق اصولی که از نظر گذروندیم. بنابراین وجود جانهای مجاور، موازی و اکوسیستم های دیگر از نظر ما قطعی است، یعنی که باید اکوسیستم های دیگری
وجود داشته باشن تا اکوسیستم ما معنا پیدا کرده باشه. خب که در این صورت این اکوسیستم ها باید متعلق به جانهای دیگری باشن که جانهای مجاور و موازی. و حالا البته این بحثای علمی قضیه رو در خصوص فضا و جهان خودمون نمیتونیم واردش بشیم، ولی اشاره بهش میکنم در حاشیه که دوستان توجه داشته باشن. اما همه این اکوسیستم ها خود نیاز به عامل ایجاد دارن که تحت کنترل اون نیز قرار داشته باشن. این عامل ایجاد رو هوشمندی حاکم و جان هستی میگیم که همون اصطلاح و قرارداد خودمون شبکه شعور کیهانی که تحت امر خدا هست و مجری اراده او هست. یعنی در واقع میبینیم که خدا، هوشمندی، اکوسیستم و بعد میام زیر مجموعهای دیگه بهش میرسیم. خب یعنی همه اینا اون وقت چیزایی داره، سلسله مراتب پیدا میکنه. خدا، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، همینطوری اینها در واقع مصداقایی پیدا میکنه که من جهت باز اشاره به موضوع و اینکه بدونید تطابقش با بخشای دیگه چگونه است، اینا رو هم خدمتتون یه توضیح مختصری اشاره‌ای میکنم. خب جایگاه انسان در اکوسیستم، تا اینجا اون چیزی رو که گفتیم در خصوص هر ذره‌ای صدق میکرد، یعنی در خصوص هر سازمانی صدق میکرد. حالا میایم سراغ سازمان وجودی انسان. اکوسیستم در سیکل فعلیش، سیکل قبلیشو کاری نداریم، در سیکل فعلی که از این بیگ بنگ که میشناسید و از این انفجار بزرگی که آشنا هستید شروع شده، میلیاردها سال تلاش نموده که بی نهایت شخصیت مختلف رو بر در عرصه گیتی و بر روی زمین طراحی و ایجاد بکنه. در این سیکل شخصیت و رفتارهایی رو اعمال کرده که در موجودات اهم از ذرات، حیوانات و گیاه تجلی پیدا کرده و نتیجه نهایی اونها رو به انسان انتقال داده. یعنی قبل از اینکه انسانی وجود داشته باشه شخصیت وجود داشته، رفتار وجود داشته. یعنی این تو نیست که با پیدایش انسان شخصیت به وجود اومده باشه یا رفتار. قبل از اینکه ما وجود داشته باشیم موریانه برجی می ساخته، برجای 12 طبقه می ساخته و حالا اگه چیز شدی باید میارم عکس ایناشو بهتون نشون میدم ببینید که و در هر طبقه معلومه برای چی طراحی شده. قبل از اینی که ما باشیم صفاتی رو که ما امروز می شناسیم در اکوسیستم طراحی شده و اجرا شده و بالفعل به صورت بالفعل در اومده. به هر حال به عبارتی اکوسیستم شخصیت‌ها و رفتارهای رو طراحی و اجرا کرده و نتیجه نهایی اونها را در چیدمان وجودی انسان پیدا کرده و پیاده کرده. خب پس انسان چه تعریفی پیدا میکنه؟ انسان مجموعه همه شخصیت هایی است که در اکوسیستم به کار رفته. نجابت اسب و قاره تمساح و پای سگ، درندگی و بیرحمی گرگ، میل و اندوزش مورچه، میل به تولید مثل تولید مؤثر زنبور، میل به زندگی انگلی زالو و بی نهایت. یعنی انسان همه این بهره های رفتاری رو در خودش داره، تا اینی که کدوم ها رو سلکت بکنه، انتخاب بکنه، کدوم ها رو بذاره کنار، کدوم ها رو استفاده بکنه. همه اینها رو ما براش نرم افزار داریم. همه اینها در وجود ما طراحی شده. حالا بعدا میرسیم به بحث قابلیت. اگر
یک سازمانی یه قابلیتی رو نداشته باشه، یه دستگاه یه قابلیتی رو نداشته باشه، شما که نمیتونید اونو ازش بگیرید. اگر انسان تبع درنده خویی نداشته باشه که ما نمیتونیم که اینو ازش بگیریم که. خب بنابراین اگر اینطور هست به دلیل اینی که ما در مجموعه عظیمی از نرم افزارهای مختلفی قرار گرفتیم، یا اونا در ما قرار گرفتن، در درون ما، در چیدمان وجودی ما قرار گرفتن و ما حق انتخاب داریم و میتونیم روی برنامه سویچینگ و ماجرایی که جاهای دیگه باش آشنا شدید بریم و تصمیم گیری داشته باشیم و انتخاب کنیم. این با ماست و اکوسیستم تمام تجارب خودش رو در ما جمع کرده، تمام تجارب این چرخه به اصطلاح در ما نهاده شده. خب حالا یک بخشایش رو تا اینجا ما مورد بررسی قرار دادیم، یعنی انسان به طور کلی مورد بهره برداری قرار داده و یک اشراف بسیار ضعیفی روی خودش پیدا کرده، ولی نمیدونه که در واقع نمیدونه، شاید هم بدونه که به اصطلاح انسان همون معادل همون اکوسیستمه. جهان انسان شد و انسان جهانی، همونی که دیگه خودتون به خوبی میدونید مفهومه که اونجا این قضیه عنوان شده که ما اویم او هم ما هست، در واقع اینه که ما ماحصل تجربه عظیمی هستیم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، خب و میلیاردها سال در واقع طول کشیده تا این طراحی به ما منجر شده و به اینجا رسیدیم و امروز روزیست که متوجه عظمت وجودی خودمون بشیم و خودمون رو از نو بشناسیم. یعنی در واقع سایمنتولوژی با همچین دیدی داره وارد قضیه میشه، بنابراین همچین دیدی برای خودش گستردگی خاصی میخواد، یک کلنگری خاصی میخواد و یک افق دید خیلی بازی میخواد. اگر ما قرار باشیم محدود بشیم به یک چارچوب هایی، نمیتونیم این عظمت رو بیاریم و روش بحث بکنیم. لذا در واقع سایمنتولوژی دید آزادی داره و خیلی هم نمیخواد بیاد و عرض اندام بکنه، برای خودش میخواد که مسائل رو بازبینی بکنه و جایگاه خودش رو پیدا بکنه، ببینه که چیه، یک نگاهی به خودش بندازه. خب نتیجه که اینجا در واقع میگیریم اینه که ما میتوانیم از بین بی نهایت نرم افزاری که در ما هست انتخابهایی داشته باشیم. یک موضوعی که حاشیه‌ای بهش اشاره میکنیم بحث جهش و موتاسیون هست که شاید تصور میشه جهش یک پدیده اتفاقی است. یه دفعه اتفاقی میفته، نمیدونم، یک گونه جدید ایجاد میشه و بعد جهش در واقع به گونه اتفاقی بررسی میشه. ولی الان با این توضیحاتی که خدمت دوستان دادم، اکوسیستم جهت داره، هویت داره و کار دیمی در اون انجام نشده و کار دیمی انجام نمیشه. دقیقا تمام کارهایی که صورت میگیره با طرح و برنامه است، منتها اگر ما نگاه بکنیم ما دقیقا نمیتونیم بفهمیم که این هوشمندیه با چه تدبیری یا به چه مناسبتی طراحی یک گیاهی رو انجام داد یا طراحی یک حیوانی رو انجام داد. ما شاید دقیقا اونو ندونیم و بعد فکر بکنیم که جهش و موتاسیون یک امریست اتفاقی، اما با تعریفی که داریم میکنیم میریم توش به هویت اکوسیستم و شخصیت اون هم واقف میشیم و ضمناً به نظام هدفمند جهان هستی مادی خودمون و اکوسیستمش پی میبریم و نهایتاً پی به این نظام مهندسی خلقت، یعنی اون هم درک بکنیم مثل اینکه خودمون رو درک کردیم، چون بخواهیم دید که هیچ تفاوتی بین هیچ کدوم از سازمان‌های موجود در اکوسیستم نیست. خب یه نتیجه‌گیری باز اینه که خب شخصیت رو کی طراحی کرده؟ اکوسیستم، یعنی ما فوقش تعریف کرده
و در اکوسیستم تجلیش رو داره میبینیم. پس قبل از اینکه ما وجود داشته باشیم خیلی چیزها وجود داشته. علت اینه که همه این شخصیت‌ها رو اکوسیستم طراحی هم کرده اینه که لازم بوده تا تعادل و بقا رو در بین بی نهایت اجزای خودش برقرار بکنه. لذا لازم بوده که همه اجزا با دقت و ظرافت خاصی مورد توجه قرار بگیرن و به طرحشون رسیدگی بشه و حالا تا بعد به بالفعل شدنش. لذا باز هم اینجا یک دلیلی است که جهش و پیدایش و همین ماجراها در واقع اتفاقی نبوده و کاملا هدفمند. جایگاه اکوسیستم رو یه نگاهی بهش میندازیم و در یک سمت ما طراح رو داریم، خالق رو داریم که خداوند متعال است، و یک نقشه ایجاد که در دست هوشمندی است و یک سری مواد اولیه شامل شعور کیهانی، حیات کیهانی، نیروی کیهانی. توضیح بدم که حیات برای ماشین خلقت مثل موتور برای یک خودروست، نیروی کیهانی مثل سوخت برای یک خودروست، شعور کیهانی مثل شعوری است که راننده داره که باید این ماشین رو حرکت بده. یعنی اگه ما به صرف داشتن یک ماشین که موتور داره، سوخت داره، همه چی داره، کار تمام شده نیست. لذا یک مورچه حیات داره، نیرو داره، ولی باید عقل زندگی داشته باشه. همونطور که میدونید داره، چگونه نمیدونم لونش رو درست کنه، چطوری نمیدونم بچه داری بکنه، چطوری نمیدونم سرباز چی کار کنه، کارگر چی کار کنه. این نیاز به هوشمندی و شعور هست. لذا همونطور که شما در مثلا قبلا تو بحث‌های خودتون برخورد کردید، شعورهای مختلفی اومده کارهایی رو انجام داده، به صرف حیات کار درست نمیشه، باید اون به اصطلاح اون ذره هم باید بدون حالا چیکار باید بکنه، اون حیوان و گیاه هم باید بدونن چیکار باید بکنن. پس باید به هستی یک شعوری دمیده بشه، یک شعوری دمیده بشه تا ذره بدونه چیکار باید بکنه، نمیدونم زنبور بدونه چیکار بکنه، و اون برای قضیه همه اجزای اکوسیستم بدونن که چیکار باید بکنن و نقششون چی. خب این مواد اولیه است که در اختیار اکوسیستم قرار داده میشه و اکوسیستم مجریست. حالا اکوسیستم با در دست داشتن این سه بخش، این سه عامل، باید بتونه طراحی‌های خودش رو در کارخونه و در خط تولید پیاده بکنه. خط تولیدش حرکت قوانین مختلف میدان هاست و بحث‌های مختلفیه که وقتی این ستا رو به این قوانین و اینها میدمه، نتیجه اون میشه جهان هستی مادی، محصول اول. خب اما خیلی مواقع محصولات خودشون دوباره برای منظورهای دیگه به کار میرن. مثلا اگر یک ماشین لباسشویی تولید میشه، ماشین لباسشویی به خودی خود معنی نداره، زمانی معنا پیدا میکنه که باید چی بشه؟ باید بره در خدمت یک کار دیگه قرار بگیره و محصول نهاییش در خدمت شستن لباس‌ها و چیزایی باشه. پس هدف نهایی در واقع در خیلی از محصولات به این صورته، یعنی خود محصول دوباره در خدمت محصول دیگری است. مثلا اگر یک پیچ تولید میشه، این پیچ در یک دستگاه دیگه باید به کار برده بشه، به خودی خود درست یک محصوله، میگن کارخانه مثلا پیچ سازی، ولی این پیچ باید در یک جای دیگه به کار بره. و خیلی از تولیدات همین طوریه و ماحصل نهاییش به خیلی جاها ارتباط پیدا میکنه. خب
جهان هستی مادی که محصول اوله برای خودش چیزی رو داره تو این خط تولید، یک سیستم قطع کن داره. خب یک سیستم قطع کن داره. شما این نونای ماشینی رو حتما دیدین، به اصطلاح از این طرف خمیر میاد و از کوره عبور میکنه، یه جای میرسه و آخر دفعه این باید تیکه 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 بشه. خب این در این خط تولید ما یک سیستم قطع کن داریم که اگر این سیستم قطع کن نبود ما تنوع تولید نمیتونستیم داشته باشیم. خب تنوع تولید نمیتونستیم داشته باشیم. جهان هستی مادی قانون آنتروپی و خستگی توش هست. خستگی منجر میشه به تغییر. همونطور که میدونید و تو درس‌های قبلی هم اشاره شده، همه چیز نهایتاً تغییر خواهد کرد. مثلا خورشید ذخیرش تموم میشه و به اصطلاح دوچار مرگ میشه و در هم فرو میره، به حد بحرانی میرسه و بعد از اون منفجر میشه، یک سوپرنوا رو تشکیل میده. اون سوپرنوا دوباره تولد جدیده، دوباره روز از نو، روزی از نو، ماجراهای دیگری. پس یه جا میمیره یه جا متولد میشه و این تنوع انواع در اکوسیستم مدیون چه بخشی است؟ مدیون همین بخشی است که قانون آنتروپی خب اومده در اون کار گذاشته شده و داره کار خودش رو میکنه و عوامل ایجاد تنوع در واقع این بخش رو داریم، کارش همینطوری قطع کردنه و این منقطع کردن همه ذرات و همه اون چه که در عالم هستی هست به اکوسیستم تنوع داده و عاملی است که در شخصیت سازی به اکوسیستم کمک کرده. یعنی اینجا داریم لزوم طراحی تولد و مرگ رو هم نگاه میکنیم، گذشته از اون مسائلی که قبلا بهش نگاه کردیم، اینجا داریم از این زاویه نگاه میکنیم که ذهن ما خب یکی از مشکلاتش تولد و مرگه، قانع نیست، قانع نمیشه، از هر دری صحبت میکنیم بالاخره آخر دفعه میاد به یه چرا میرسه که چرا. خب حالا ببینیم که ما زیر مجموعه ریز یک سیستم بزرگی هستیم که در اون سیستم هدفی رو دنبال میکنه. ما فعلا از این جایی که هستیم از همه اون ماجرا رو نمیبینیم، یک بخش کوچیکش رو میبینیم، لذا دوچار چرا 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 هستیم. ولی اگر از بالاتر نگاه بکنیم، یک نگاهی به این خط تولید بندازیم، متوجه میشیم که چرا باید در اکوسیستم ما عامل ایجاد تنوع داشته باشیم، چون یکی از عوامل در اکوسیستم تنوع انواست. خب اما از یه طرف دیگه جهان هستی مادی خودش یک شخصیت و ایجاد رفتار میکنه. هر جا شخصیت داشته باشیم پسترش باید رفتار داشته باشیم. جهان هستی مادی ما خود شخصیت داره، هویت داره، همینا رو در خودش در دل خودش داره و موجود زنده به حساب میاد. الان با همه این تفاصیلی که بریم جلو آخر دفعه میام ببینیم که ما اصلا چیز غیر زنده نداریم و یک ذره هم زنده است. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، اون تپش پنجره هم اون در اونجا یک سطحی از زندگی است، منتها با من و تو مرده با حق زنده ان، برای اون زنده ان، برای من و برای ماها مرده به حساب میان. اما در واقع حالا در این دید سایمنتولوژیکی خودمون به این نتیجه میرسیم که همه ذرات زنده ان، هستی زنده است و حالا این تغییراتی رو که میخواد در نگرش های ما به وجود بیاره اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی بهتر میتونیم با خودمون بحثای تئوری ماجرا رو سر و سامان بدیم. خب قسمت ایجاد تنوع انواع، خب در این بحث جهان هستی مادی پس باید حرکت ایجاد کنه، چون خود شخصیت بعد خودش هر جایی که ما حرکت داشته باشیم، هر جایی اینا جزء اصول میشه، هر جایی که حرکت داشته باشیم پشتش باید منتظر چی باشیم؟ رفتار
رفتار، بعد از رفتار جهت، هویت، شخصیت. متو این شخصیت با شخصیت قبلی ما فرق داره. یک شخصیت بالقوه داریم میشه شخصیت حقیقی، یک شخصیت انتهایی داریم میشه شخصیت واقعی، اون چیزی که دیگه واقع شده، خب اون چیزی که بیرون نمود پیدا کرده. و بعد خواهیم دید که بین شخصیت واقعی و شخصیت حقیقی میتونه اختلاف باشه، میتونه فرقی باشه. خب یعنی دقیقاً اون چیزی که عرضه میشه، رفتاری که عرضه میشه مطابق با شخصیت درونی نباشه. اینو از یه مسائلش که بهش میرسیم. خب بنابراین اینجا جهان هستی مادی ما خودش حرکت، بنابراین ایجاد رفتار میکنه و چون جهت داره هویت در اون قابل تعریف میشه و نهایت همه اینها به یک شخصیت واقعی میرسه، شخصیتی که واقع شده. ولی شخصیت حقیقی شخصیت بالقوه است، پشت صحنه تعریف شده. خب محصول نهایی چیه؟ محصول نهایی شخصیت سازیه. پس یه تعریف اکوسیستم چیه؟ اکوسیستم کارخانه شخصیت سازی است. خب الان میتونیم با هم جمع‌بندی بکنیم که چرا اکوسیستم رو خلق کردن، چرا اکوسیستم خلق شده؟ برای ساخت بی نهایت شخصیت. به چه منظوری؟ خب پس باید یه منظوری باشه دیگه، این همه شخصیت بی خودی ایجاد نمیشه که. لذا اینجا چیزاییست که توجهمون به یک علامت سوالهایی که شاید همیشه هم در ذهنمون بوده و هست، اینه که عظمت وجود انسان با توجه به صحبتهایی گفتیم همه اینا برای انسان خلق شده، همه این ماجراها، طراحی‌ها. چون الان ما داریم می‌بینیم محصل اون چیزی رو که در این اکوسیستم می‌بینیم نهایتش به ما برمیگرده و اکوسیستم همه این کارها رو داره می‌کنه، همه این طراحی‌ها رو داره می‌کنه برای ما که چی بشه؟ باید به این سوال برسیم. اگر قبول کردیم که این شخصیت، این رفتاره و کل نگری کردیم، آخر دفعه باید به پاسخ این سوال برسیم. چرا باید برسیم؟ همینجا من توضیح مختصر باز بگم که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های روانی و ذهنی ما تضادهای ماست. تضاد نسبت به چی؟ تضاد نسبت به خدا، هستی، خودمون، دیگران. لذا این مسائل مثل آبیست که روی آتش ریخته بشه، خیلی از تضادهای ما رو میتونه حل و فصل بکنه. بنابراین از این نقطه نظر با این مقدمات شروع کردیم که ضمن این کلنگری که میکنیم زمینه رو برای سوالات اساسی شما باز کنیم و ذهن شما رو برای طرح سوالهای اساسی باز بکنیم و حالا با این دیدها بریم طرح سوال بکنیم و بتونیم سوالا رو مکتوب بکنیم و بتونیم به اون جواباش به اصطلاح برسیم. خب انسان، شخصیت و رفتار. حالا بیایم سراغ انسان. در خصوص انسان یک نرم افزار شخصیت رو معرفی میکنیم که شخصیت حقیقی انسانه. این شخصیت حقیقی از دو منبع اساسی نرم افزاری البته تغذیه میشه. یکی شخصیت اولیه است یا من برنامه ریزی شده است که با یک نوزاد متولد میشه، همراه او به دنیا میاد و همونطور که میدونید هیچ دو نوزادی دارای شخصیت مشابهی نیستن، حتی اگر دو قلو باشن، یک تخمکی باشن، حتی اگر در تکثیر سلولی از دو سلول مجاور ایجاد شده باشه. خب شما دلیلشو
میدونید قبلا بررسی هایی تو این زمینه کردی، ولی اینجا با زبان و بیان خاص خودش داریم نگاه میکنیم. پس شخصیت اولیه که من برنامه ریزی شده است با ما متولد میشه و یک شخصیت اکتسابی است، از محیط صورت میگیره و من برنامه پذیره. و از جمله خروجی های این من برنامه پذیر وجدانه، که وجدان متغیره. خب وجدان چون وابسته به محیط هست متغیره. وجدان در ایران، وجدان در اروپا، وجدان در ژاپن، در هر جای دیگری متفاوته. پایه و اساس تصمیم گیری ما اون شخصیت حقیقی است و تصمیم گیری به رفتار منجر میشه، رفتار ذهنی، روانی و جسمی. رفتار ذهنی داریم یا نداریم؟ آن چیزی که بازتاب ادراکی ماست. بازتاب روانی هم آن چیزی که بازتاب احساسی ماست. و بازتاب جسمی و فیزیکی هم همون حرکات و رفتاره است که جلو چشم داره انجام میشه. و یک عامل بیرونی در اینجا بحث تغذیه است که جای خودش با اصولی که بررسی میکنیم، اصل تأثیر متقابل جسم، روان و ذهن، هر کدوم از این بخشا میتونه اثرگذار باشه. یعنی حالا میرسیم جای خودش توضیح میدم. در واقع ما جسم رو میتونیم از طریق جسم ذهن رو مختل کنیم، روان رو مختل کنیم، مثلا با مصرف مواد مخدر. خب درسته یا نه؟ یعنی این از طریق جسم داره صورت میگیره، ما از طریق جسم میتونیم ذهن و روان رو فلجش کنیم، مختلش کنیم. لذا عوامل بیرونی میتونه بیاد و تاثیرگذار باشه. ما از طریق ذهن میتونیم جسم رو مختل کنیم. یک خبر ناگوار که بیاد جسم فلج بشه. از این چیزا زیاد دارید میبینید دیگه، درسته؟ بنابراین تأثیر جسم، روان، اصل تأثیر متقابل ذهن، روان و جسم بر هم دیگه یه لوپه. و حالا میرسیم به این بحث. فرق نمی کنه که ما از کجا ضربه رو وارد کنیم، از هر جای وارد بشه نهایتش توی این سیکل به چرخش در میاد بیرون، درست شد؟ و نتیجه نهایی همه این ماجراها در جسم به پدیده شیمیایی تبدیل میشه. آخر عاقبت باید رد شیمیاییش در جسم پیدا بشه. خب برای همین هم ممکنه بعضی ها مسائل رو صرفا شیمیایی نگاش کنن، غافل از اینی که پشت صحنه این تولیدات شیمیایی و هورمونی ماجراهای دیگری هم خوابیده. خب و بعد از رفتار ما میرسیم به شخصیت واقعی، یعنی اون چیزی که نرم افزاری که دیگه الان نمود پیدا کرده و از زوایای مختلف دیگران میتونن اونو مورد ارزیابی قرار بدن، واقع شده، ولی شخصیت حقیقی رو نمیتونن. شخصیت حقیقی رو نمیتونن ولی شخصیت واقعی رو ما رو زیر نظر میگیرن، میگن خب این واقع شده، این رفتارش اینجوری، اینطوری، 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 ولی شخصیت حقیقی رو نمیتونن. بین شخصیت حقیقی و واقعی تفاوت‌هایی وجود داره که حالا اینا رو هم میرسیمش. خب در واقع اگر بخوایم خود همونو بستش بدیم، اینجا موضوع تصمیم گیری به دو گونه تصمیم گیری های خودکار و تصمیم گیری های به اصطلاح زمان بر و تصمیم گیری هایی که ما در اون دخیلیم تقسیم میشه. مثلا اگر الان تلفن زنگ بزنه و یه خبر ناگواری به ما بدن، واکنش اون خودکاره. قبلا ما از طریق فیلترهایی که آشنا هستیم ولی اینجا اشاره بهش خواهیم کرد، از طریق فیلترهای واکنش ما از پیش تعیین شده است که ما در مقابل یک پدیده مثلا ناگوار چه واکنشی نشون بدیم، همون فیلتر بینشا و اینا که بهش میرسیم. پس چه سری چیزها، تصمیم گیری ها قبلا ما برنامه‌شو ریختیم. در اون لحظه ما تصمیم نمیگیریم که برای این خبر ناگوار آیا ناراحت بشیم یا ناراحت نشیم، درسته؟
و لذا اعضای مثلا یک خانواده در مقابل یک خبر ممکنه واکنش‌های مختلفی نشون بدن، یا در مقابل یک پدیده واحد دو نفر واکنش‌های متفاوتی نشون میدن. همون مثال انفجار اینا رو که براتون قبلا زدیم خاطرتون بیاد همونه، و واکنش هر کدوم از ما یه واکنش مجزایی است که قبلا برنامه ریزی شده و ما الان فرصت برای تصمیم گیری در اون موردا نیست. پس یه تصمیم گیری فوری آنه و ما در اون نقشی نداریم. بلا فاصله بعد از اون خبر یه دفعه قش کردیم، بعد از اون خبر یه دفعه اینه که فلج هیستریک پیش اومد، نمیدونم ماجراهای دیگه اتفاق افتاد. اما یک بخش از تصمیم گیری ما زمان داریم، فرصت داریم که بریم روش فکر کنیم، درست شد؟ پس منظور از تصمیم گیری خودکار در واقع این جور مسائله که میبایستی از قبل ما در برنامه اون مشارکت داشته باشیم، برنامه‌شو به اصطلاح بچینیم تا در موقع لزوم غافلگیر نشیم. خب برای همین باید مفهوم تولد و مرگ و زندگی و اینها رو بدونیم. چرا باید بدونیم؟ برای اینجاها. اگر قبلا ما برنامه ریزی نشده باشیم در مواقع بحران همین واکنش‌های رو نشون میدیم که شما شاهدش هستیم، و ضربه و لطمات مربوط به اون رو هم چی میشیم؟ متحمل میشیم. خب پس اینا دارم در واقع لزوم یک سری از مسائل رو، چرا سایمنتولوژی کل نگری میخواد بکنه، چون باید کلیت ماجراهایی رو بدونه تا بتونه برنامه ریزی هایی در هر جایی داشته باشیم. اگر این برنامه ریزی ها رو نداشته باشیم در واقع اینجا گیر میفتیم و نمیدونیم چی به چیه. خب به همین مسئله یه نگاه باز دقیق تر میدازیم که وقایع و حوادث از دو برنامه عبور میکنند. یکی برنامه من، برنامه پذیره که آموزه ها و باورهای فرهنگی و مذهبی و عرفانی و علمی و فلسفی اون چیه که ما داریم برنامه ریزی شده در اینجا، وقایع و حوادث از اون عبور میکنن و میاد توی نرم افزار شخصیت حقیقی، از اونجا توضیح میشه به واکنش ذهن، واکنش روان، صدور دستور، واکنش مغز، واکنش بدن، به رفتار بینشی منجر میشه. خب اینا رو شما در دروس قبلی اطلاع دارید و اینه که یک اتفاقی میفته ابتدا به ساکن ذهنه که روی اون چیدمان اطلاعاتو انجام میده و به اصطلاح واکنش روان، صدور دستور و به دنبال اون نهایتاً به رفتار بینشی منجر میشه. خب پس در واقع اینجا من برنامه پذیر خودش یک بینشه. مثالی که زدیم براتون یک بار دیگه من فکر میکنم بگم که یادآوری بشه، همون ماجرای صدای انفجاره. اگر از بیرون صدای انفجار بیاد ماها به یک میزان نمیترسیم، یکی ممکنه قش بکنه و یکی اصلا هیچ واکنشی نشون نده. در واقع این من برنامه پذیره که نسبت به یک همچین پدیده هایی رو عادی تلقی کنه، غیر عادی تلقی بکنه و چگونه با اون برخورد بکنه. ما واکنش های متفاوتی رو میگیریم که بعد میاد ذهن روی این یک به اصطلاح تفسیر ادراکی میده، روان رویش تفسیر احساسی میده که باید ناراحت شد باید یا نه، و بعد نهایتاً به صدور دستور میرسه و از اینجا به بعده که به مغز دستور داده میشه که اوضاع بحرانی است، بحرانی نیست، شدت وخامت اوضاع چقدره و آدرنالین ترشح بشه نشه. اینها بعد از صدور دستوره که صورت میگیره و مغز واکنش مربوط به اون رو انجام میده. بعد واکنش بدنه و در نهایت واکنش بدن همون رفتار بینشیست. خب رفتار بینشیست که یکی جیغ میزنه، یکی نمیدونم چیکار میکنه، یکی قش میکنه، هر کدوم از اینها یک رفتار بینشیست. از طرف دیگه همین وقایع و حوادث از من برنامه ریزی شده عبور میکنه، همون شخصیت اولیه.
شخصیت اولیه میای میبینیم که ما در اون تیپ‌های مختلفی داریم و هر تیپ واکنش‌های مختلفی رو، یعنی در چند دسته که باش آشنا میشیم، در دسته‌بندی آشنا میشیم، میبینیم که حالا چهار تیپ رو آشنا میشیم. هر تیپی نسبت به پدیده‌های مختلف یک چیز کلی داره، یک واکنش‌های کلی داره و بستگی به چندین فاکتور دیگه‌ای که مورد شناسایی قرار میدیم به واکنش‌های متفاوتی خواهیم رسید. دوباره واکنش ذهن، واکنش روان، صدور دستور، دوباره مغز و واکنش بدن، این رفتار منشی. حالا اینا نامگذاری‌های خودمونه، ممکنه بعداً به اسامی یا واژه پردازی بهتری برسیم، فعلا خیلی مشکل واژه پردازی داریم. پس یک رفتار منش داریم که برخواسته از من برنامه ریزی شده است، یک بینش داریم وابسته به من برنامه پذیره، مشخصه؟ خب مجموع این دوتا رفتار واقعی ما رو نشون میده، یعنی همون رفتاری که ما از خودمون به اصطلاح نشون میدیم و دیگران میتونن شاهدش باشن و اونو تجزیه تحلیل بکنن. خب در واقع من برنامه ریزی شده خودش از نرم افزارهای متعددی تشکیل شده. یک نرم افزار اصلی که مادربرد اصلی سیستم رایانه‌ای ماست، اینجوری بگیم خدمتتون، که به نام فطرت شما میشناسید، یعنی مادربرد اصلی است. یک نرم افزار روح جمعی که روح جمعی رو جدای تعریفی ازش میکنیم و نرم روح جمعی در واقع مثل یک آینه کروی میمونه که ما در مرکز اون قرار داریم، یعنی کل این هستی ما در مرکز، در یک نقطه مرکزی باشه، تمام انعکاسات اندیشه‌ای، شعوری و همه انعکاسات ما گیاهان، حیوانات در اون منعکس میشه و این روح جمعی میتونه به بخشای کوچکتری تقسیم میشه، مثل روح جمعی خانواده. انعکاسات جمعی یک خانواده، یک سازمان، یک شهر، یک روستا، یک کشور و کل کره زمین و کل هستی، در واقع این جهان کوه است و فعل ما ندا، از یک بازتاب اندیشه‌ای و اینها در اون به اصطلاح اتفاق میفته.